بسم الله الرحمن الرحیم. شاگردان عزیز، امروز آفت بنام فالبینک دوازه خاله خبزه رو میکنیم که نام علمی ازی پلچنا کایزو ملیناسا که مربوط آدر کولیپترا و فامیلی کوک سینلی دیس. دوستان متوجه باشین، شاید در بخش دشمنان حشرات شکاری و دشمنان طبیعی ما روی خود فالبینک ها بحث داشته باشیم و بحث هم کردیم. یک وقت ما روی فالبینک ها وقتی که بحث میکنیم میگیم بهترین شکاری ها هست و جمله اشارات مفید هست، درست است. او هم مربوط فامیلی کوکسینلیدی هست، ولی نام علمی از او هست کوکسینلا سیمپنگتاتا. تفاوت عمده دیگه که داره ای است که این فالبینک دوازده خانه است و او فالبینک هفت خانه و ای از جمله آفات بسیار مرتجه خربوزه به حساب میاد و اونا جمله حشرات شکاری تعریف شد که در هر دو حالت، هم مرحله لاروا هم مرحله حشر کامل، اونا شکاری بودن و شکاری خیلی خوب هم محسوب می شود. و این فالبینک دوازده خاله هم در اغلب نقاط کشور خصوصا غزنی و اردک لوگر پیدا می شود و برخلاف دیگر فالبینک های فالبینک مضر است و با فامیل کوکوربیتاسی بیشتر اینا چی می کنن؟ حمله می کنن. خب شما اگر روی خساری ازی بحث کنین، هم کاموزه که تشیه حشره کامل و هم لاروا هر دو چی میکنه؟ از برگ ها، ساقه ها و میوه ها تغذیه میکنه. در صورت که برگ های آفزده رو شما ببینین، برای برگ های آفزده سوراخ ایجاد میکنه و این سوراخ ایجاد که کرد بالاخره در اثر خساری ازی آفت نبات خشک میشه. بعد علاوه خربوزه بالای تربوز، بادنگی، فالبینک حمله میکنه و با خسار ایجاد میکنه. در اینجا لاربات حشره کامل فالبینک دواز خالت شما در حال تغذیه میبینید که شما اینجا مشخصا میبینید که چه حالت برای سر برگ است. حشره کامل متذکره به صورت حشره کامل زیر برگ‌های افتیده، علف‌های عرضه و سوراخ‌های زمین زمستان گذرانی می‌نماید. وقتی که در بعض آفات ما مسئله سانیتیشن را مطرح می‌کنیم، یکی از دلایلی که می‌گیم همیشه سانیتیشن را در مزرعه مراد بکنیم، همین موجودیت بعضی یا یکی از مراحل حیات آفات در خاک و گیاهان عرضه یا دپرس در اونجا چی می‌کنند؟ موجود است در خس و خاشاک، اینا موجود است. شما اگر مزرعه را پاک نکنین، در حقیقت بناگاه از یار شما محفوظ نگذاشین، بسیار به سادگی اینا زمستان گذرانی میکنن و بعضی ضرورت هم موجود است. اگر این حشراتی که واقعا شما آگاهی داشته باشین که زیر برگ‌های افتیده یا گیاه هرزه یا بعضی خس و خاشاک دیگه اینا زمستان گذرانی میکنن، بهترین شیوه کنترل زیامی هست که ما اینا را بگیریم، جمع‌آوری کنیم و قسمت‌های مزرعه که برگ‌های افتیده هست کاملا پاک نگه داریم. و همیشه ما گفتیم زمانی که شما اگر مزرعه را پاک نگه ندارین، در حقیقت کمک کردین به بعضی آفات که در اونجا یا شامل مرحله شپیره شیازه میسان بزارین کنه یا یکی از مرحله لعت خواست در اونجا سپاری کنم. وقتی که اونا زمستان گذرانی کرد، در اوایل بهار شروع میکنه به فعالیت و بعد از یک مدت تغذیه کرد، تغذیه بیشتر از برگ‌های جوان میکنن. باز بعد از تغذیه چیکار میکنن؟ جفتگیری میکنن. اینا به صورت دسته‌ای تخم گذاری میکنن، خصوصا افراد مادر تخم ها رو به دسته‌های 50 عددی یا کمتر در سطح زیرین برگ‌ها اینا قرار میدن. تخم ها بعد از 3 تا 5 روز باز میشن و زمانی که باز شد لارا فورا بس تفریق چکار میکنه؟ شروع میکنه به تغذیه و لکهایش تقریبا شفاف را روی برگ ها باوجود میرن. اما برگ هایی که واقعا آفدیده سوراخ سوراخ هست که در اثر اونمو خساره که دیده بالاخره خشک میشن. لاروا بعد از 3 تا 5 روز یا 5 مرتبه بخشید. لاروا بعد از 3 تا 5 مرتبه پوسندوزی
روی نبات میزبان شامل مرحله شفیره میشم و مرحله شفیره 7 تا 10 رستون میکشم، بعد بشر کامل تبدیل میشم. بازم تعداد نسل همیشه ما گفتیم که در حشرات متفاوت است. بعضی حشرات است که حتی چندین نسل ایجاد میکنه، ولی نظر به شرایط مساعد و شرایطی که در اونجا آماده باشه، و اگر شرایط در اونجا آماده نبود اینا نسل کمی رو به وجود میاره. و بعضا هست که اگر در مناطق سرد دو نسل در مناطق خر شاید بیشتر از اون تولید بکنند، که می های موضوعی که فعلا میگیم بر شما خال بینک دواز خانه دوازده خانه خربزه در مناطق سرد سالانه دو نسل و در مناطق گرم تا پنج نسل به وجود میاره. این تولید مثل یا تولید نسل زم مربوط و منوط میشه به چی؟ به درجه حرارت و شرایط مساعد محیطی و شرایط مساعد تغذیه. حشرات کامل طور فعال پرواز میکنه و لارواها از یک نبات به نبات دیگه به شکل مهاجر چیکار میکنن؟ نه حرکت میکنن. لاروا و حشرات کاملش شما مبارزه در مزارع کوچک. حشرات کامل یعنی حشرات کامل لارواها و برگ‌های لوده با تخم را میتوان با آسانی جمع‌آوری و تلف نمود. در صورت لزوم مزارع آلوده با آفت باید دو مرتبه با فاصله 15 روز توسط دایزینون ادوپاشی صورت بگیرد. خب در اینجا ادوپاشی یک مدارک محصول استفاده شده که باید برای کنترل از یا چکار بکنیم؟ ما شما از ادویه کیمیایی به نام دایزینون استفاده کنیم. نوع دوم از این به نام پیلچنا از پرس هاست که در اغلب مخاد کشور ما پیدا میشه و بعد می خود اپیلشن اسپرسا برنامه به نواتور فامیل کوکوربیتاسی پنبه کنجد کاهو و کچالو را نیز مورد حمله قرار میده. خب در قسمت دوران حیات تزریق سارا و مبارزان خیلی مشابه به نوع اولی هست که ضرورت نیست که دوباره تکرار شد. شما نوع اولی رو دیدید یا بعضی این لاروا و حشرات کامل خود فالبینک دوازده خانه است که شما میبینید. پس بنابراین ضرورت نیست که ما در قسمت دوباره بریم در قسمت کنترل دوران حیات ازا یا مثلا طرز خساره صحبت بکنیم. هر دو نوی اپیلچنا اسپرسا و اسمتنا اسپرسا و اپیلچنا کرایزوملینه هر دو یک نو بوده، مشابهت دارد و دوران حیات شینا همه یک سال از بنا آبرین. دست ما در این قسمت به میجا با پایان میشه با این برسیم که مقدار بر شما معصر واقع شده باشه. نکته که باید بازم تذکر بتونی است که شما متعقن باشین که تمام نمو و رشد اینا ضرورت داره و محیط مناسب و غذای مناسب یا فراوانی که به خاطر تغذیه اینا باید وجود داشته باشه و همچنان شرایط اقلیمی تأثیرات خود داره. امکان داره یک حشره در شرایطی که اقلیم سرد باشه مثل که در این وقت خابوزه که دوازده خانه است دو نسل با وجود میره، اما میره با شما متوجه باشه اگر شرایط محیطی بر اینا آماده باشه اینا میتونه حتی تا پنج نسل. و در بعضی کتاب علمی حالت ها را بدون از اینکه تشریح کنه که دو نسل یا پنج نسل با وجود میاد به عنوان یک مثال میگن که بهتر مثال فالبینه که دوازده خاله دو تا پنج نسل را تولید میکنه. خب این وقتی که در داخل خز دو تا پنج نسل را میاره درست است دو تا پنج نسل است، ولی مشخصات چی است که تابع شرایط اقلیمی هست. در صورتی که واقعا شرایط آماده باشه بیشترین نسل تولید میکنه، اما اگه آن نمیدن در دقل دو نسل تولید میکنه. تشکر میکنم از اینکه شما توجه کردین. امیدوار هستم که فهمانده تا